ساقی، حدیث سرو و گل و لاله می رود. نوبهار است و طبیعت جان تازه گرفته است. می ده که نو عروس چمن حد حسن یافت. نو عروس چمن گل سرخه که با زیبایی کامل جلوه‌گری می کند. کار این زمان ز صنعت دلاله می رود و وصلت با چنین نو عروسی میسر نیست مگر با دلالگی ساقی و کارسازی شراب. مثل زمانی که گفت در حلقه گل و مل، خوش خواند دوش بلبل که در جلسات پیش غزل رو شرح دادیم. هات صبوح حبو یا ایها سکارا، ساقی بگردان شراب بامدادی را و ای مستان مخمور حبو بجنبید و با سلاسه قصاله دفع خماری کنید. سلاسه یعنی ستایی، قصاله یعنی قوس دهنده یا شستشو دهنده. سلاسه قصاله سه پیاله باده بامدادی یا بامنوشه خمارشکنه که به نظر حکیمان یونانی غبار اندوه و درد رو از بین برد. پیاله نخست برای رفع تشنگی، پیاله دوم برای گوارش و پیاله سوم برای شادابی. به این سلاسه در فارسی میگویند سگانی. شعر امیر موعظی: می سگانه باید اندر دست ما، که از سگانی سکر ما گردد مدام. بیت هفتم رو ببینید: باد بهار میوزد از گلستان شاه، و از ژاله باده در قدح لاله میرود. موسم عشقبازی و گرد افشانی گل هاست. باد بهار شبنم یا ژاله رو در گل لاله میریزه، چونان ساقی که شراب رو در پیاله. باد بهار میوزد از گلستان شاه. این شاه فرمان روای بنگاله که در بیت هشتم نام او آمده. حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث دین غافل مشو که کار تو از ناله می رود. منظور از ناله همین غزل قنایی یا ترانه است که حافظ پیش بینی میکنه که با خوندن اون در مجلس سلطان شور و شوقی برپا خواهد شد که در پی آن کاروبار حافظ سر و سامان میگیره. ساقی، حدیث سرو و گل و لاله میرود. مصرع نخست رو شاه بنگال سروده و برای حافظ به شیراز فرستاده و از او خواسته است که باقی غزل رو بسراید. به قول مولوی: باقی این غزل را ای مطرب ظریف، زینسان همین شما که زینسان ما عزوست. به این کار در اصطلاح ادبیات میگن اقتراح، که بیتی یا مصرعی یا چند لغت رو به شاعر بدن و از او بخواهند در واقع شاعر رو محدود بکنن که بر اون اساس بی تأمل و به قریحه شعر بگه. اقتراح و قریحه از یک ریشند. و حافظ برای ادامه بحث سرو و گل و لاله سلاسه غساله تجهیز میکنه. این بحث با سلاسه غساله میره. در بیت ششم حافظ نصیحتی هم به شاه بنگال کرده: از رحمه رو به عشوه دنیا که این عجوز مکاره می نشیند و محتاله می رود. مکاره یعنی پرمکر و محتاله یعنی حیله‌گر. عجوز و عجوزه هر دو یعنی عاجز و ناتوان.
که با عجز و اعجاز و معجزه هم خانواده‌اند. معجزه هم چیزی است که دیگران در انجام دادنش عاجزند. و چون انسان در پیری ناتوان میشه، توسعاً یا از باب اکسانسیون عجوز و عجوزه به معنی پیر به کار میره و به جهان پیر و بیوفا هم اطلاق شده. حافظ در غزل دیگری هم گفته است: مجو درستی عهد از جهان سست نهار، که این عجوز عروس هزار داماد است. پس حافظ غزل چون شکر رو می سراید و روانه بنگاله نیشکر پرور می کنه. بیت چهارم: تی مکان ببین و زمان در سلوک شعر، کین طفل یک شبه ره صد ساله می رود. بعضی ها خیال می کنن کین طفل یک شبه ره صد ساله می رود، ولی یک شبه صفت نیست، قید زمانه. کین طفل یک شبه ره صد ساله می رود. سلوک یعنی رفتن، و در اینجا اشاره به پختگی شعر حافظ در زمان و مکانه که چون کودکی یک شبه راه صد ساله رو میره و به بنگاله میرسه. تی مکان ببین و زمان، راه که مکانه و زمان که شب و ساله. تی مکان ببین و زمان در سلوک شعر، کین طفل یک شبه ره صد ساله می رود. بنابراین غزل قند پارسی برای یکی از پادشاهان هند سروده شده و پیوند ایرانیان و هندیان دیرینه و به قول جواهر لعل نهرو داستان کهنه تاریخ عالمه. مشترکات فرهنگی و تمدن مردمان، اشتراک نژادشون که در اصل آریایی است، خواهر بودن زبانهای اونها در خانواده هندو اروپایی که هر دو از شاخه هندو ایرانی هستند. این مردمان مراوده داشتند. در بسیاری از زمینه‌ها داد و ستد و تأثیر متقابل داشتند. نام هند در کتیبه‌های هخامنشی برده شده. برزوی طبیب در زمان ساسانیان به هند رفت و پانچتانترا یا پنج کتاب رو از اونجا به ایران آورد و اون رو با عنوان کلیلک و دمنک از سانسکریت به پهلوی ترجمه کرد و ترجمه برزوی منشأ راهیابی کلیله و دمنه به مغرب زمین شد. از طریق ترجمه اون به زبان عربی به همت ایرانی دیگری به نام روزبه دادویه معروف به ابن مقفع. نام هند بارها در شاهنامه تکرار شد و همینطور در آثار شاعران دیگر فارسی زبان از آغاز تا به امروز. خاقانی گفته است: گر بیاسایم دمی هندوستان یاد آورم. تأثیر فلسفه هند در شعر فارسی، خصوصاً شعر عرفانی فارسی، موضوع مهمی است که پرداختن به اون مستلزم فرصتی مستقله. فارسی که امروز در دانشگاه‌های هندوستان تدریس میشه، در دوره غزنویان به هند راه پیدا کرد و با امپراتوری مغول زبان رسمی هندوستان شد. شاعران فارسی زبان هند مانند بیدل دهلوی و امیر خسرو دهلوی ایجاد اصلا سبک هندی در شعر فارسی، فرهنگ نویسی فارسی در هند مانند فرهنگ ابراهیمی و فرهنگ آنندراج، ادبیات فارسی سرشار است از داستانها و اشاراتی درباره فیل، طاووس، توتی، هندو، بت، برهمن. ضرب المثل ها و کنایاتی که نشان آشنایی ما با هندوستان است. هر کسی طاووس خواهد جور هندوستان می کشد.
فیلش یاد هندوستان کرده، یا به قول مولوی پیلش خواب هندوستان دیده، خواب دیده پیل تو هندوستان، که رمید استی ز حلقه دوستان. و نیز شاید کار حضرت فیل بودن. هندوانه که در اصل هندوانه یا هندویانه بوده، فلفل هندوستان، شکر هندوستان، شکر مازندران و شکر هندوستان، هر دو شیرین هم. اما این کجا و آن کجا که از ایرج میرزاست. حتی گاو حسن که شیرش رو به هندوستان بردن، اینها نشانه های پیوندی است که بحث درباره اون با سلاسه غساله میرد. گفت دماغم ز میخانه بویی کشید، حذر کن که دیوانه بویی کشید. نوای مغنی چه تأثیر داشت، که دیوانه نتوان به زنجیر داشت. بگیرید زنجیرم ای دوستان، که فیلم کند یاد هندوستان. و اما بیت سوم شاه بیت غزل و درباره فارسی است. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می روند. زین قند پارسی که به بنگاله می روند. زبان فارسی روزگاری قندی بود که توتیان هند از اون شکر شکن و شیرین زبان می شدند، چون توتی قند رو دوست دارد. قندی که ترکان سمرقندی رو به نشاط وامی داشت. نیشکری یا شکری که شیرین لبان کشمیری رو به شور و شعف وامی داشت. نظامی گفت مگو شکر، حکایت مختصر کن. چو گفتی سوی خوزستان گذر کن. خوزستان در لغت یعنی شکرستان، و فارسی خوزستان یا شکرستان سخن بوده است. سعدی شیرازی که باغ طبعش همه مرغان شکر گفتارند، و قصب الجیب حدیثش را چون شکر می‌خورند، می‌گفت من دیگر شعر نخواهم بنویسم، که مگس زحمتم می‌دهد از بس که سخن شیرین است. شیرین سخنان پیشین از شاخ نبات نیین، یعنی از نوک قلمشون شهد فارسی می چکاندند. شعر تر شیرین می پشاندند. ولی در روزگار ما کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد؟ البته ذائقه خیلی از ما فارسی زبانان هم دیگه اون قند پارسی رو نمیپسنده و شاید اصلا نمیشناسه. دیگر اون که زبان فارسی از سلاله خاندانی است که همیشه تجلیگاه اندیشه های والا و ابزار ارتباط در تمدن های اعلا بوده است، و نیاکان ما برای اون که از رخ آن اندیشه ها نقاب بردارند و نو عروس معنی را به زیور زبان بیارایند، به قول حافظ سر زلف پارسی را به سخن شانه می زدند. و فارسی نه تنها به صورت زیبا و شکرین بود، که به معنا هم گوهرین بود. یاقوت خوشاب، مروارید ناب، زر سرخ نایاب، اینها صفت‌هایی است که به فارسی می‌دادند. قیمتی در لفظ دری. فارسی جمال و کمال رو با هم داشت. به حال و روز امروز زبان فارسی نگاه نکنید، که در مجموع بیچاره اسیر عوام زدگی و نافرهیختگی است، و شیرینی اون شاید به شوری گرایده. و ما به زبان پارسی می نازیم، به شعر پارسی می نازیم،
به سعدی و مولوی و به فردوسی می‌نازیم و همچنان می‌نازیم و به داشته‌های گذشته قبطه می‌کنیم و این چنان است که به یاد زیبایی و جوانیمان با حسرت در آینه بنگریم و همچنان بنازیم. اگر گذشت زمان جمال را با کمال همراه نکرده باشد، آینه حقیقت تلخ زوال زیبایی ها و جوانی ها و توانایی های برباد رفته خواهد بود و دیگر هیچ. متشکرم.